سلام و درود خدمت یک و یک شما بینندگان صدای جاوره. من سید سفری هستم. امروز در مکتب نسوان فیضی هستیم در کنار بزرگان منطقه و انجینر صاحب عبدالخالق. شما خودتون در جریان هستین که در دو سال اخیر خوشسالی های زیادی در جاوری آمده که مکتب نسوان فیضی هم همی چای آوی خوردن چه خوشک شده بود. امروز اینجا هستیم، قرار است که انجینر صاحب و بزرگای منطقه بلدشیم یک خبری خوش را همزین چی تقدیم شیم کنه. خب سلام و احترامات خود تمام خدمت تمام برادرها و مسافرینی که در مقیم خارج است در کلی دنیای قرار دارن تقدیم میکنم. امروز مصادف است با 14 سرطان سال 1401. فعلا همراه دوستا و برادرها و شورای مکتب شورای معارف فعلا در پیش مکتب نسوان لیسه فیضیه کتسنگ خرکوش قرار داریم که تقریبا ما دو نیم ماه قبل از نبود آب در اینجا برای دوستا یک گزارش داشتیم که خوشبختانه امروز به خاطر همزی گپا بازم دوباره جمع شدیم. یک امیدی خوب برای ما داده شده از طرف مسافرین و از طرف برادرایی که قبلا در اینجا بوده از وضعیت مکتب خوب آگاهی دارن. اونا در اینجا تحصیل کردن، درس خواندن، امروز اونا البته در اینجا نیسته و بازم قلب و دل و روش با ما هستن که ما را وعده همکاری داده. ما امروز آمدیم که موقعیت چهار در اینجا مشخص کنیم همراه شورای معارف مکتب دیگه. انشالله میخواییم که چه به خیره که همینطور که ما را وعده همکاری دادن یک مقدار پولشان آمده تقریبا دو تک 50 و چند هزار افغانی که برای محتمید ما آقای استاد حکیمی که واقعا اونا زحمت بسیار فراوان در این مکتب کشیدن. در این دو مکتب نسوان و ذکور 40 سال عمر گرانبهای خود در اینجا مصرف کرده و اکثر شاگردا و کسایی که امروز شخصیت های بسیار بزرگ است از زیر دست همین شخصیت ما امروز در خارج هستن، بسیار نام برده هستن. میگه ما میخواییم که بازم کمک های دوستای ما همیت ادامه پیدا کنه و معتمد اصلی ما آقای حکیمی است که من بعد انشالله کارهایی که صورت میگیره دوستا میتونه که مستقیما با استاد حکیمی در ارتباط باشد تا موضوع شفافیت کار، موضوع پیشرفت کار، موضوع کارهای دیگه که روی دست باشد باز امیر ما بیتانیم که از طریق شورا و از طریق ما تمید، از طریق بخش مالی و از طریق بخش تبلیغاتی تا گپای خود برای دوستا یک یک ما گزارش داده بیتانیم. این روز ما در خدمت دوست هست. در مورد خود چا میخواییم پرسان بکنیم؟ این چا به صورت تعمیق زیده میشه یا نه به صورت دستی و ایچیزا کار میشه؟ خب چایی که قبلا در اینجا بود در داخل محوطه مکتب در حدود 20 متر کار شده بود که بدبختانه هیچ وقتی چا موفق برای موفقانه نبوده یا موفق نبوده که برای شاگردای مکتب آب آشامیدنی تهیه کنه، چون اولی که بسیار سنگ است، کار در اینجا بسیار مشکل است و ما تصمیم گرفتیم که چا را در پشت مکتب سمت طرف شمال مکتب از نو حفر کنیم. به خاطر از اینکه این منطقه مسیر مکتب در یک مسیر سنگزار قرار داره، بسیار سخت است و همچنان این مسیر تقریبا مسیر رگ او نیست. بنابراین پیشنهاد دوستایی است که سمت طرف کوه اگر یک ذره بالاتر اگه بریم احتمال شاید زیاد داشته باشد که در اونجا ما به او زودتر برسیم و اگر اوی خوبتر را که کفایت مکتب بکنه ما داینده داشته باشیم. دیگه بنابراین دوستا و برادرایی که در این شورا بوده تصمیم گرفته که یک چای نو کنده شود که چا با همکاری دوستا داینده بمبی منظم در اینجا نصب شود یا به حساب پمپ سولاری نصب شود. یک دو تخته شیشه کار داره با سر ازی چا یک اتاقق جور شود که به خاطر امن بودن چا خدای ناخواسته کدام کس در اینجا چار آب چار آلوده نکنه دروازه داشته باشد با دزی پم داشته باشد و این لوله کشیش در داخل مکتب. نگه تصمیم دوستا و برادرها و شورای معارف مکتب به این شکل است. بسیار خوب آقای ارباب سر شما یک چند صحبت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستای عزیزی که خارج از کشور قرار داره. ما بسیار جهان سپاس نی که
ای اولادا و برادرایش خواهرایش در سایه جاغوری فراموش نشده، از تشنگی و گشنگی زیاد خبر داره و کمک مونه. گرچه قبلا از مکتب ذکور فیضیه یک کمک درخواست شده بود در خارج، از جمله معلم صاحب منان قطعی مود در ارتباط شد که چی رقم همه چیه. باز ما گفتم نه، مود تلاش مونی که یک شورا در این مکتب هر دو مکتب جور شوه که تا یک شفافیت به وجود باید. اونمو تعداد چند نفر اعضای شورایش مثلا؟ 15. تعداد 15 نفر اعضای شورای که ریاست چم معلم نیاز دگردن داره که در پالیم دسته راست ششته که جمله رئیس از او شورای اینال الحمدلله و معتمی چم آقای استاد حکیمی که فرمایش انجینیر صاحب که 40 سال در این مکتب بسیار خدمت شاهان کده و در مو زمان هم معتمد بوده که پیسه در بوجی بود. آقای حکیمی زگیش زایه نشد، انشالله آل کهید نموشه. مو آرزوی ممیه که یعنی منجه از طریق معتمد از این مکتب و شورای از این مکتب یک بازسازی ها در اردو مکتب باید صورت بگیره. اگر چون مکتب هم کنه یک ساختمان نو احساس شد که حال تحول هم ده که تبال رم درکش معلوم نیه که چه خواهد شد. مم تلاش داره که شاید او هم کار شروعش نه. به هر صورت کمک دوستار خواهانی که در چوکار شورا و معتمد امی مردم آلی تقریبا نه امی مکتب نسوانی فیضیه ما آلی دیدی که چبراسیش 2 کیلومتر مرا اون زو خانه آو در افتاوا میره. 700 یا 800 شاگرد اینج دو یک افتا آو چی خواد شد. این میر ما آرزومندی هر چی زودتر امی کار زیار ادامه پیدا کنه تا یک نتیجه مثبت بده تا این مردم همزی مشکلات برشنه. تشکر شما آقای حکیمی صاحب. امی با ساختی چا و همکاری چا مشکلی مکتب حل خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلامتی و جان جوری موفقیت و بهروزی همه دوستانی که و همه خیرینی که از تمام کشورها در رابطه با اعمار مکتب، ترمیم مکتب و امور خیریه، پول، پلچک، راه‌ها و برای کارهای خیر قدم گذاشته و دستن در کارن و انجمن تشکیل داده، میخوام که خدا اونا را توفیق بده، جان جور داشته باشد و در قدم دوم مصدر خدمت برای این مردم مظلوم، محروم، بیچاره قرار بگیرم. دوستان عزیز در هر جایی که هستین از شما بسیار تشکر. لطف کردین، ماها رو فراموش نکردین، زادگاه خود رو فراموش نکردین و این مردم مظلوم در قلب شما است، اولاد از این مردم در قلب شما است. از شما بسیار تشکر و امروز که کمک کردین به یه مرکز فرهنگی که واقعا این مرکز خانه مشترک همه ما و شماست، خانه دوم اولادای همه ما و شماست، بسیار خانه مهم است، خانه فرهنگی است، خانه علمی است. به خاطر بالا بردن سطح افکار اولاد از این مردم شما قدم گذاشتین. شما بسیار تشکر. خداوند شما را خیر بده، هم در دنیا و هم در آخرت اجر عنایت بفرماید. و در رابطه با سوال محترم که گفتین، تعداد 700 نفر یا 800 نفر شاگردی که قبلا در اینجا وجود داشت، فعلا که تا صنف 6 را شاگردا درس میخوانه، از او با بالایشی معلوم نیست که اقدام امارت اسلامی در رابطه با مکتب چی میشه، ویش معلوم نیست. 700-800 نفری که قبلا بودن یک چام کفایت نمیکردن،
لزوم داره که این مکتب با این تعداد شاگرد با این پرسنلی که وجود داره با در بعضی وقتا هسته که بعضی محافل بزرگی گرفته میشه در این مکتب در رابطه با روز معلم، روز مادر، بعضی مسائل های دیگر است که بسیار نیاز مبرم داره که باید دو چا داشته باشد تا نیاز مردم و نیاز شاگرده و پرسنل مکتب رفع شنه. البته دو چا ضرورت داره، یک چایی که در بین محوطه مکتب است فعلا که به عمق 20 متر کار شده، قبلا اون زمو استفاده میکرد، استفاده کافی نبودن دیگه، آلی او به کلی خشک شده دیگه. آقای حکیمی صاحب، همه چهار که در فاصله بسیار دور شما در اونجا ایجاد میکنین، باز از اونجا تا اینجا را باز اینجا های آوز جور میکنین یا تانکر؟ خب خدمت در شبه که این فاصله چندان فاصله دورم نیست دیگه، فاصله ای است که میشه توسط سولار یا واتر پمپ آب کشیده شوه در بین مکتب، باید تانکر فعلا یک تانکری کوچک داره که در او تانکر اگر وصل شوه خوبه، و اگر دو چا زده شنه یا یک چای دیگر زده شنه یک تانکری بزرگتر ضرورت داره، لوله کشی میشه که در بین مکتب باید این محفوظتر و امنتر است دیگه که شاگردها با حساب آرام پرسنل مکتب از او استفاده مونه، این خوبتر است در بیرون مکتب از اینکه خود مکتب و خود لیسه محوطن نداره، چندان جای محفوظ نیست دیگه. ما در نظر داریم که دوستا اگر کمک کردن خدا اینا رو خیر بیده و این لوله کشیش نه در بین خود مکتب باید خوبتر است. ما امی چار میخواهی که امی آجی لالیخ را در تکه بدی که این چی رقم کار نمیره که دوستا از قیمت کارم آگاهی پیدا کنه بهتره. نه بسم الله الرحمن الرحیم، چاک است ماشین دو نرخ داره، نرخ اول کستا پیگ است که تا که پیگ کارمونه متری 4000 کارمونه، بعد از اینکه بله تخت سنگ مایه جزیره مواد کار میشه اوشی متری 8000 کار میشه، که اگر چیزو پیش کمتر بود خب مواد چی سرست کیه؟ مواد دو نرخ داره، اگر قد مواد ما بگیرون که اون نرخ بالایه. خب چنده اوش هم بگی؟ اوش هم در میتی 16000 17000 میگره دیگه. خب سنگ را کندنکاری خامه 4000؟ 4000 ره کندنکاری خامه 4000؟ خب سنگ؟ سنگ را متری 8000 ما میگریم. مصاریف شروع از خود؟ مصاریف روی دو سه مصاریف سه کار سه تا سه موجب میشه، اگر ما قد مواد بگیرم متری 16000 میگیرم. سنگ امروی سنگ بدونی این مصاریف خل نداره، مکتب نان هم سر خود تو رشما و دولا تمام چیز سر کلینگ هم سر خود بیل هم سر خود متری 16000 قد مواد تمام چیش تمام چیش. خب امروی مواد و تمام شیش میت شونزه تو شوزده هزار بلو اونجا شده اشتی نه بود دیگر کنم بیلوی مواد میت هشت هزار کنم مواد و تمام چیز بلی خوشت سایی کن یا یک چهار هزار نرخه؟ خب یک هشت هزار یک هشت هزار یک شونزه هزار شونزه هزار تکمیل مسئله بلیزی بل مشتک تکمیل شد نان چم خود چی بایره؟ اره خرج و مصرف نان تمام چیز در گردن خود چی میتری 16000 افغانی که ایش هم معلوم باشه خود داره. مکتب نسوان فیضیه دوچار کمبود یاب است، از طرف شخص خودم 10000 افغانی وعده میتیم که بخاطر همه یک دو متر زیادتر کار شنه. این نصب چطور؟ تشکر، سلامت باشی، خیر بیدیه. در اخیر اگر پیام داشته باشین این نصب استادا؟ همی پیام همیه که تقریبا بفرمایش انجینر سه 58000 افغانی ظاهرن از دوستای خارج در مو رسیده که در خدمت آقای حکیم 860 خب 58860 افغانی از برادرای خارج کمکش در مو ظاهرن رسیده که در پیش آقای حکیمی معتمد از مویه، زمانی که کار شروع شد توسط شورا را مو لیش چی بخش دوستا را اینی که توسط شورا قرارداد و کارا که آغاز شد از مو پیسه باز با مسیحت آقای حکمی مصرف شده موره و هر کس که مور یاری نه و کمک منشد تشکر هم مونه که واقعا در سال بدترین ساله که در هر جای امیتر خوشکابی ها
مردم را دچار مشکل ساخته. تشکر از شما. تشکر از سوه موای سفری که مقدار 10,000 تو در این مکتب و شما هم شاید در این فیضی خندش نه؟ آره از ما خورایز ما در این مکتب نه؟ خیلی گب موی نه؟ ما اگرش یک شوخی یک سال در کابل کردم و منجمن فیض بعد از او جور شد. ما گفتم ما 1,000 فارغ داری به دردخور نیه. حالی امزی اولادا و برادرهای خیلی خبر نداره که وضعیت مکتب شد. حال خود دو وقت سوچکری بود، انقلاب بود، مدرس بودی. ما دفاع میکرده، حال وقت از شمایه. شما از اولادا و خوارای خود باخبر شد که آیا در چی وضعی از زندگی نه؟ معلمایش چطوره؟ استادایش چطوره؟ دیگه متوجه از ما نباشه. نه پشت سر مون قچم همکار و کمک هسته در جایی که مشکل برخوردین. ولی روز روز شما جوانای روشنه که از این مکتب فارغ شدین، مکتب خود را بسازین. خب بازم اگه تشکر ویژه دارم از آقای صحت سفری که واقعا 10,000 افغانی خود از اینا شخصا امروز در اینجا وعده شدن که این کمک میشه با مو 58,000 چند صدی که از طریق برادرای ما که در اینجا درس خواندن یا در این زحمت کشتن که شمال اروپا است، باز در آینده باز بخیره. دوستایی که امکاناتی برای ما رایی کرد، ما هر کدامش نامش خود گرفتیم و فعلا برای کلی دوستا سلام میرسانم. مبلغ موجودی که رایی کرده البته از شمال اروپا است، دیگر دوستای دیگه که در استرالیا و در جای دیگه است بار تنها نگذارید. کاری چا واقعا امسال بسیار پرمصرف است به خاطر از اینکه سایه جاغری شما خبر هستید که اکثر چاها به سنگ مواجه میشه. سنگ بدون انفجار مواد کارش بسیار مشکل است و ما کاری که شروع کردیم انشالله به میت موفقانه ختم خواهد کردیم و این عوضی باید برای این مکتب مکمل کفایت کنه که روز دیگه باز ما چاهای دیگر نکنیم، فقط یک چا باشد و خوب سیه کار شده و این با واترپم و سیه، با لولکشی سیه، با یک اتاقه که محافظی چا اینا کلگیش خوب مصرف کار داره دیگه. دوستا اگرم کاری کنن انشالله کنم گپی نیست، ما میتونیم که با می همکاری های شما یک آب خوبی را برای 800-900 نفر اولاد از این وطن که در این دشت بیابان خوش قرار داره دیگه تهیه کنیم و او آب دادن از نگاه چی، از نگاه اسلامی چی، از نگاه انسانی که آب دادن ثواب است، ثواب بالاترش چی بگیم که یک عجز بسیار کنان است که دوستا ما بر یک انسان، بر یک کسی که واقعا تشنه آب است در این دشت خشک آب تهیه میکنیم، این دیگه بسیار ثواب عظیم داره دیگه. همگی دوستا رو به خداوند منان میسپاریم و امیدواریم که قیمت کمک های شما تا ختم چاره به ما حتما ادامه داشته باشد و روزی باشد که ما شاهد افتتاح آبکشی زی چای استفاده مستقیم از چای داشته باشد. ما فعلا در موقعیت چای جدیدی که حفر میشد در منطقه قرار داریم که البته چای قبلی در داخل محوطه مکتب بود که نتیجه نمیده. نگه شما در تصویر میبینید، تصویر دوستای ما همی شده که باید تقریبا در حدود 10-12 شاید تا 15 متر طرف شمالی مکتب نسوان فیضیه قرار میگیره که در اینجا چای انشالله سر از فردا حفر میشه. همراه کسی که چای کار میکنم تقریبا نزدیک است به توافق برسیم انشالله و هم گزارشاتش رو بعدا برای شما ارسال خواهد کردیم با تمام جزئیات، چه زمینی نرم و خاکیش، چه زمینی سختی کلینخور و پانخورش و چیز زمینی که به حساب سرونخور و مواد انفجاری مصرف میشه. دیگه اینجا دیگه دوستا تصویب شمی شده که حتما انشالله در زودتر در او خواهد رسیدیم. دیگه حتما روزای بعدی یا گزارش های بعدی انشالله مفصل از عمق چا، از کندنکاری چا و از نرخ چا را شما را در جریان خواهد قرار دادیم. نسته به سابقه که مردم چا کار میکرد پیش ملا ما را پال میکرد اینجا امیده نمیده چی دارم شما در نظر گرفته دارم؟ نه ملا دره ما ملا دره تمام چیز داریم، ملا دره، سعید دره، معلم دره، اینجا کلگیش تکمیل است. دیگه خوب هست دیگه، چه میشه انجینیر هم ملا هم نیست، خب رقم خیره ملایی هم بلده دوستا. دیگه اصلا این بوده که ما امی منطقه رو که تغییر دیده از داخل مکتب طرفی کو، چون امی مسیر یک احتمال زیادی آور وجود داره که به اون شکل ما سمت جنوب یا سمت شمال هم دیگه انشالله به می خاطر بوده که شاید در او زودتر برسیم. خب بیننده عزیز، شما بیننده گزارش ما از مکتب نسوان فیضیه بودین. تا گزارش های دیگر، بدرود.